نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشت درهای بسته در مورد افغانستان برگزار شده بود بدون نتیجه گیری مشخص به پایان رسید اعضای شورای امنیت در این نشست در مورد تمدید دوره کاری یونما تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد و نتایج نشست دوهه گفتگو کردند منابع گفتند که اختلافات اعضای دائمی بر سر تعامل با طالبان جدی بوده و آمریکا بریتانیا و فرانسه با درخواست چین و روسیه برای گسترش روابط اقتصادی کشورهای همسایه با طالبان مخالفت کردند. اختلاف اعضای دائم باعث شد که شورای امنیت بیانیه مشترک درباره محتوای نشست شورا و انتظارات آنها از طالبان منتشر نکند. با این حال رئیس دوره شورای امنیت گفته که صلح و ثبات افغانستان مشروط به ساختار سیاسی فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه تأمین حقوق زنان است. او از طالبان خواسته که سیاست های زن ستیزانه، سرکوب ساختارمند و تبعیض جنسیتی سیستماتیک خود را متوقف سازند و به تعهدات بین المللی افغانستان پایبند بمانند. همزمان یازده کشور امضا کننده ی تعهدات مشترک در مورد اصول زنان، صلح و امنیت در شورای امنیت با صدور بیانیه مشترک گفتند که تعهد قوی خود را برای پیشبرد حقوق و منافع زنان و دختران در افغانستان تایید می در این بیانیه گفته شده که تنها راه ثبات و توسعه پایدار در افغانستان روند سیاسی فراگیر مبتنی بر حاکمیت قانون و حقوق بشر به ویژه رعایت کامل حقوق زنان است. آنان ضمن محکوم کردن تبعیض جنسیتی و سیستماتیک علیه زنان و دختران خواهان لغو فوری تمام سیاست های سرکوب کننده زنان چون لغو ممنیت آموزشی، کار و آزادی بیان شدند.